مستحب به گوش کردن این حلال ها. اصلا موسیقی ها رو معرفی کردن در اسلام که گفتن گوش کنین مثلا صدای بعبع گوسفند عمر زیاد میکنه، صدای شهیه اسب عمر زیاد میکنه، صدای آبشار که میرزه پایین عمر زیاد میکنه. بله موسیقی هایی که مطلوبه چرا؟ بهتون خوش بگذره، هر جا که هستین دلاتون خوش باشه، امیدوارم که دست خدا در زندگیتون باشه و همیشه سلامت و سربلند باشید. برنامه دیگر اومد در خدمتتون، اومدیم به کارگردانی آقای یاسر عزیز. به شما بینندگان خوب تلویزیون که ما رو میبینید و از کلام خداوند که براتون میگیم استفاده میکنید، چون کلام خداوند حقیقتاً همین حالا برای ما درس زندگی است، همین حالا برای ما واقعا راه زندگی است. بذار برنامه رو با دعای آغاز بکنم بیام خدمتتون. خداوندا شکرگزار و سپاسگزارم برای این وقتی که به من دادی ای قدوس. از تو میطلبم در نام پرجلال عیسی مسیح خداوند، برنامه من تحت کنترل حمایت خودت بگیره خداوند. هرچی که از زبانم بیرون میاد خداوندا نام تو رو جلال بده، تمام افکارم در کنترل تو باشه خداوند، به قلبا رو آماده بکن تا کلام تو که میشنوند ای قدوس از کلامت استفاده بکنم برای زندگی هاشون. شکرت میکنم در نام پرجلال عیسی مسیح طلبیدم، آمین. خب شمالین عزیز شما چطورین؟ برای خوبین؟ شیمه خوش گذرنه، امیدوارم که هر جای شمالی سن شیمه خوش بگذره. تابستون هم تمن آبادره ولی باز گیلون زمین و مازندران اصلا یه چیز دیگه، شمال اصلا یه چیز دیگه. خودش دیلم خواست که همین الان در شمال بوم و این آبشار که این پشت سر ما نه، دوست داشتم که الان در این آبشار، البته این ایران نیست شاید جای دیگه بوم، ولی در گیلون هم خیلی آبشاران هم ند. موقعی که من زندگی بودم آره باور بکنین اصلا همچی چیزی ندیم که این همه منظره دنه. ولی شما عزیزان ایران میدونم میرین شمال و از منظرهای شمال استفاده میکنین و حال میبرین حقیقتا. نوش جونتون.
ولی یادتون نره مسافرینی که به گیلان و مازندران میرین یه پلاستیک بگ همراهتون داشته باشین که این آشغالا رو جمع بکنین لطفاً، چون برای اینکه دفعه دیگه میخواین استفاده بکنین از این طبیعت زیبایی که خدا به شما داده. بذار شعر منم بخونم براتون و تقدیم به ملت ایران این شعری میکنم و تقدیم البته هر چیزی خدا به من میده من براتون میخونم. اینو برای شما میخونم که ببین چی ما خودمون حجیم، خودمون کعبه ایم، ایران خودش، ملت ایران خودش حج و کعبه است. میگه ای قوم به حج رفته کجایید و کجایید؟ اسلام دیگر مرد در ایران، بیایید بیایید. این حج که گویند شمایید و شمایید، کعبه همین جاست در ایران، بیایید بیایید. یک عمر برفتید به حج، حج را نشناختید. این کعبه مجنون که گویند همین جا در ایران، این موج خروشان که بینند دلیران، در ایران این قوم پریشان که بینند و دلیران، از قوم عرب گشت جدا از ایران، از اسلام از آیین پلیدان. بنگر خدا هست در ایران، آن کعبه عشاق همین جاست در ایران. چون نام مسیح است آوازه ایران، دیگر ایران گریخت از آیین پلیدان. امیدوارم که خوشتون آمده باشه. این تقدیم میکنم به ملت ایران که این روزا روزای بدیه، این روزا واقعا برای ایرانیا نیست. ماه محرم مال عرباست. ما دیگه زیادی مثلا 1400 سال ما رو گرفتن، اسیر کردن و داریم خودمونم نمیدونیم. نه مسلمونم نیستیم. مسلمون اگه باشیم مسلمون یعنی القاعده، مسلمون یعنی داعش که قرآن میخونن، از قرآن هم استفاده میکنن. ما ایرانی ها یه مسلمان هایی هستیم که خودمون یه دینی رو ساختیم به عنوان اسلام، ولی خودمون یه چیزی رو هچل هفتی درست کردیم اونو میگیم ما مسلمانیم. نه بابا، همه ای ما زاده یه مسلمان زاده ایم. او یکی نمیدونم یهودی، او یکی نمیدونم بهای زاده است، او یکی نمیدونم بت پرسته، یکی گاب پرسته. اینا همه خانوادگی. من وقتی به دنیا آمدم که با دین به دنیا نیومدم، ولی ما مردم ایران بخصوص ایرانیان، این ما بزرگترین مای بت پرستیه که ما ببینید اول شروع برنامه سه تا بهتون فیلم نشون دادن. میگه که موسیقی حلال در اسلام، آقا در اسلام نه در ایران، موسیقی حلال بابای گوسفند عرعر خره، این موسیقی حلاله. یا نمیدونم میرن تو گل وقتی که خوش بگذرونن میگن که ما گل میزنیم، نمیدونم سینه میزنیم، فلان میکنیم برای اسلام. یا نمیدونم میرن دم حرم ها ها میکنن، معذرت میخوام ببخشید، بیشوری یک انسان که خودش حیوان بکنه بره پیش یه مرده، مرده رو پرستش بکنه. یک ذره خودتون بشینین فکر بکنین. این واقعا بی‌احترامی نیست به شعور انسان که من یک مرده رو بپرستم، بت پرستی بکنم، بعدم بگم مثلا خداپرستی دارم میکنم؟ یعنی واقعا ما در این هستیم، در این لول زندگی. شما نگاه بکنید تمام همسایه‌های ایران، از منبع، از شمال بگیر جنوب بگیر، از هر جای میخوای، از منبع زیر زمین استفاده دارم میکنم، بجز که ما ایرانیا چسبیدیم به دم اسلام، چسبیدیم از این برنامه‌ای که مردم پیش میاد تو سرمون غمه بزنیم، خون بریزیم. مردم اون غمه رو دنیا ببینه وحشت نمیکنه واقعا؟
میگه اینا چه انسانی هستن که خودشونو به این صورت با قمه میزنن، خون از سر کلهشون میباره، یا نمیدونم اینا کی هستن میرن دم یه دونه حرم برای یه مرده هاو میکنن میگن من سگ تو هستم. چقدر معذرت میخوام، ببخشید، چقدر باید حقیر باشه آدم، چقدر باید با شعور آدم ها بازی بکنن که اینقدر ما رو بکشن پایین. جمهوری اسلامی ایران، آقا اینا باور بکنی این چیزی که میگم این حقیقته. اگه دشمن به ایران حمله کرده بود مثل مغول و چنگیز و یا کسای دیگر به ایران حمله کرده بودن، تمام ایرانی ها الان که زندگی دارن از این بهتر زندگی داشتن تا این نام انسان ها که روی حکومتن. خودشون ایرانی میدونن ولی از دشمن هم بدترن اینا، از دشمن بدتر به ایران ضربه میزنن. بابا نگاه بکنین شما، 1400 سال اینا که پدر ما رو در آوردن، 40 سال هم اومدن حکومت دارن میکنن که اصلا پدر ما رو که در آوردن هیچی پدر ایران رو در آوردن. هر چیزی هست، هیچ آبرویی برای ایران نذاشتن. هر چیزی هست. هر روزه میلیون ها دلار اینا دزدی دارن میکنن. میگم که همسایه های ایران همه دارن بالا میرن، همه خودشون رو دارن میکشن بالا در تکنولوژی، در شهرسازی، در ساختمون سازی، هر چی که شما فکرشو بگونین از نظر تکنولوژی میره بالا. ما ایرانیان نظارگر این هستیم که یک ایده آخوند بیاد دزدی بکنه، نظارگر دزدی هاشون باشیم. بابا یه خورده به خودمون بیایم ایرانی ها. اینه من دارم میگم، از تای قلبم دارم میگم، دلم میسوز خداییش، دلم میسوز واقعا. میخوام ایرانی سربلند باشه، ایرانی سرافراز باشه در تمام جهان. آخه این چه حکومتیه که صبح تاشه ما رو حقیر و درمونده کرده؟ باور بکنی اون فیلم هایی که توی این میدیا آدم میبینه تو سایدهای مجازی، واقعا آدم گریش میگیره. اون چی آقه یک سری اومدن پیش حرم نمیدونم من هو هو میکنم من سگ تو هستم. بت‌پرستی تا کجا آخه؟ خدا از این بت‌پرستی نفرت داره. خدا ببین هیچ برکتی به زندگی نمیده اگه اینقدر بت‌پرستی بکنی. شما هم به شعور شما رو دارین خراب میکنین، حقیرتون میکنین، همین که به خدا دارین بی احترامی میکنین. وقتی میرین یک مرده رو میپرستین، مایه محرمه. البته که اون جوونا میرن برای دختربازی و پسربازی، هیچ کس نمیره برای محرم اگه شلو کرده. ولی همین محرم واقعا جوونا، شما 40 میلیون جوونین تو ایران، اگه 40 میلیون بیاین بیرون هیچ حرف هم نزنیم، فقط یه پلاگارد داشته باشیم بگیم مخالف شما هم، این آخوندها فرار میکنن. نمیخواین شما جوونا یک کشور خوب داشته باشه، الان اون که سن بالاتره ولش کن. شما جوونا کشور مال شماست، نمیخواین یک کشور خوب داشته باشین؟ خودتون سعی میکنین صبح داشته فرار بکنین از ایران بیاین بیرون. نه، فرار نکنین. کشور ایران ثروتمنده، کشور ایران بهترین کشور دنیاست. من دیدم زمان شاه چه کشوری بود. حالا غلط کردیم، هر چی کردیم آقا، اشتباه کردیم، چوبش هم خوردیم، 100 بار هم معذرت خواستیم از ملت ایران. نمیدونستیم اومدیم بیرون، اصلا نمیدونستیم چی میخوایم اومدیم بیرون. خیلی ها جرأت ندارن بیان بگن بقول جلو تلویزیون بگن آقا ما اشتباه کردیم زمان شاه که اومدیم تظاهرات. ولی جوونا شما دریابین ایرانو، ایران مال شماست، مال فردای شماست، آیندگان شماست. ایران کشور ثروتمند، کشور خوش آب و هوا، کلی دوست دارن این آدمایی که تو امریکا و اروپا هستن دوست دارن ایرانو ویزیت بکنن.
بیان ایران، کلی پولا بیاد تو ایران خرج بشه. همین سالیانه توریست بیاد تو ایران میدونی چقدر میشه؟ واقعا شما جوونا در یابین ایرانو ویلا، اگه شما در نیابینا برای ده نسل دیگر هم از بین میره. اینا میگم از دشمنا بدتر به ایران حمله کردن. باز اون دشمنا می اومدن ایران میدیدن مثلا آدمای باسواد و فلان و یه کاری میکردن که همه دینا، همه اصلا به دین کسی کار نداشتن، همه دینا هر چیزی که میدونستن همه رو میآوردن سر کار که کشور بلند بکنن. باز دشمن یا اومد کشور باز گرفته میخواد بلند بکنه، از این کشور سودی ببره. ولی اینا فقط دارن نفت میفروشن، معدن استفاده میکنن، هر چی که تو معدنه همه رو میفروشن، پولاشونو بدوزن. کارشون فقط دزدی و نابود کردن ایرانه. غیر از اینه، خدایش غیر از اینه دارم میگم. خودتونم میدونین، بهتر از من میدونین شما. ولی بیاین یک دونه همت بکنین، یک قدم تا پیروزی، یک قدم تا پیروزی. خودتون برای زندگی خودتون، بهتر بودن زندگی، فکر این نکنین که بیاین توی امریکا، بیاین توی اروپا فرار بکنین از ایران. باور بکنین اینجا بیان هیچ بهتون خوش نمیگذره. زندگی اینجا بدتر از ایرانه. هر جای دیگه باید زحمت بکشی، اینجوری نیست بشینی یه جایی بگی آقا پول بیاد برای من. باید زحمت بکشی. امروز میخوام از کلام خدا از ارمیای 10 بخونم شما که میگه بت پرستی. من یه چیزی هم بهش اضافه کردم، بت پرستی و نادانی. واقعا نادانسته بت پرستی ما میکنیم. نادانی یه چیز فوش نیست، نادانسته داریم بت پرستی میکنیم، فکر میکنیم خدا پرستی داریم میکنیم، در صورتی که اصلا خدا پرستی داریم نمیکنیم، بلکه بی احترامی به خدایی میکنیم که خدایی که زمین و زمان آفریده، خدایی که من فرزندشم. بابا یک بابا، یک مادر هیچ وقت دوست نداره فرزندانش داغون بشن. خداوند در ارمیای 10 میگه از راه و رسم سایر قوم‌ها پیروی نکنید، مانند آنا از حرکات ستارگان و افلاک نترسید و فکر نکنید، سرنوشت شما را آنها تعیین می کنند. بابا فکر نکن که میری مرده پرستی میکنی در یه آدم مرده، نمیدونم بارگاه میذاری، طلا میذاری، چی میذاری، اونو پرستش میکنی. اون زندگی تو تعیین نمیکنه برای زندگی چی باید بشه. هیچ کاری از دست اون برنمه، مرده رفته، یه مرده که رفته. خدا میگه که از اونا پیروی نکنید. میگم که شما بی احترامی به خودتون میکنین، به خدا دارین بی احترامی میکنین، به شعور خودتون دارین بی احترامی میکنین. وقتی میریم جلو یه حرم میگین هو هو میخوایم بکنین، من سگ فلانی هم، سگ اونم، سگ حسینم، سگ علیم، سگ فلانم، به شعور خودتون دارین بی احترامی میکنین. یا مردی میاد تو تلویزیون داره میدوزده میخوره، میاد اونجا براتون چرتپرت داره میگه، میگه که آقا من نمیدونم موسیقی حلال بابای گوسفند و با عرعره هراره خره. این واقعا به شعور ما داره بازی نمی کنن. واقعا با شعور ما دارن بازی نمی کنن. ببینین ایرانی ها واقعا باسوادن، ایرانی ها واقعا اون پتانسیل دارن که هر روزه برن بالا، از مثل دنیا پیشرفته بشن. ماشین پراید درست میکنن
یعنی ماشینی که خودکشی میخوای بکنی باید روم بشینی. یه ضربه کوچیک خورد تمام اعضای همه بدنه میاد بیرون. میگه رسما و راهای آنا چقدر پوچ و احمقانه است. خدا داره میگه اینا رو. درختی میگه از جنگل میبرند، یک درختی میگه از جنگل میبرند و نجار با ابزارش از آن بوتی میسازد. خداوند داره میگه درخت میرن میبرن، نجار با ابزارش بوتی درست میکنه یا بارگاه درست میکنه روی مرده. ما واقعا ما این نبودیم. خدایش ملت ایران اینقدر بت پرست نبود. زمان شام اگه میگم مسلمون بودیم، ولی مسلمون واقعی نبودیم. یه چیزی مسلمونی، یه اسلامی که خود ایرانی ها درست کردن، خود ایرانی ها درست کردن یه اسلامو که تو ایرانه. هیچ کدومش هم مسلمون نیستن. مسلمون اینه که تو به یه نامسلمون میری میگی آقا به اسلام ایمان بیار، اگه اسلام ایمان نیاورده باید جرش بدی از بسد، باید بکشیش. تو مسلمونی؟ مسلمون یعنی این، مثل القاعده، مثل این بوکو حرام، نمیدونم گروه های تروریستی دیگه که از قرآن میخونن براتون میزنن میکشن. یاسر جان اینجا خیلی گرمه. درختی از جنگل میبرند و نجار با ابزارش از آن بوتی میسازد. پس با طلا و نقره زینتش میدن. بیزاری هم یه سرود بشنویم، برگردیم به شما هم گرم هم از سیده ایرکاندیشن بزنیم بیاییم. مرسی. خداوندو شکرت میکنیم برای مسیری رو که تو برای ما گذروندی. خداوندو برای رنجی که تو برای گناهان ما کشیدی. خداوند اجازه بده ما بیشتر این رو درک کنیم. خداوند تشنه محبت تو باشیم، کاری که تو برای ما کردی. مرسی برای محبت کامل تو. خداوند تو رو پدر می پرستیم، پدر تو رو می ستاییم. خداوند کلیسای تو رو می ستایه. شکر برای وجودت در زندگی ما. خداوند شکر تو. محبت بیکرانت آزاد.
آزادم کردی از اسارت، در تو لایق هستم باشم فرزندت، با محبت بیکرانت آزادم کردی از اسارت، در تو لایق هستم باشم را پرستم، چون تو خدا بندی سرور و مالکم هستی، پرستش ها ستایش ها چون قربانی به حضورت آورم و جلالت رو بیکرانت آزادم کردی از اسارت، در تو لایق هستم باشم فرزندت، با محبت بیکرانت آزادم کردی از اسارت، در تو لایق هستم باشم فرزندت. توی پدر من، شاه و سرور من، مالک جانم، نیاز من، با قلب و روح و جان، ذهن و فکر و زبان، نام زیبایت را پرستم، چون تو خدا بندی سرور و مالکم هستی، پرستش ها ستایش ها چون قربانی. با درود دوباره به عزیزانی که نشستین، چایاتون براست بدارین، از کلام خداوند استفاده میبرین، چون کلام خداوند برای راه های زندگی ما واقعا روشنایی است. واقعا ببینید و بچشید و تا واقعا بدانین که شیرینی کلام خداوند چیست. ما چشیدیم و واقعا میخوایم که اینو به شما بدیم که حقیقتا رای زندگی تو عوض میکنه کلام خداوند. هر چیزی هم که داره میگه، این خیلی زندگی آدم مثل آینه، مثل فیلمی میاره جلوی چشم آدم. من داشتم امروز از بت پرستی و نادانی از ارمیای 10 داشتم میخوندم که تا آیه 5 رو خوندم، ولی اینو سریع میخونم که شما که اگه گوش ندادین الان اومدین تازه متوجهش. میگه از راه و رسم سایر قوما پیروی نکنید و مانند آنها از حرکات ستارگان و افلاک نترسید. فکر نکنید سرنوشت شما را آنها تعیین میکنند. رسم و رای آنها را چقدر پوچ و احمقانه است. درختی از جنگل میبرند، نجار با ابزارش از آن بوتی میسازد، سپس با طلا و نقره زینتش میدهد و با میخ و چکش آن را در محل استقرار میکند تا نیفتد. اینه تمام این بت هایی که الان ما میریم زیارت،
مرده ها رو میریم زیارت، خداوند حالا داره همینجوری داره میگه چیکارا انجام میدین. میریم تو آیه 5 دوباره میگه درست مانند مترسکی در جالیز است که نه حرف میزند و نه را میرود، بلکه کسی باید آن را بردارد و جا به جا نماید. پس شما از چنین بوتی نترسید. میدونید تو جالیز شالیزارا وقتی برنج میکارن یه دونه از این مترسکا میذارن چندا که کلاغا اینا بترسن فرار بکنن. ما این همینه، بوتا رو برای ما میذارن که ما بترسیم، بعدم بگن اینا امام و امامزاده هستن. آقا اگه بهش مثلا احترام نکنی، نری زیارت نکنی، او بد میبینی، نمیدونم زندگی فرق. اینا همه روی ترساندن ماست، از ما را از خدا دور کردنه که ما بت برسیم، به خاطر که شیطان فعلا در زمین سرغفلی زمین داره، مالک زمین نیست، سرغفلی که انسان دو دستی داد به دست شیطان، ما را از خدا دور میکنه. مثل همین بتایی که توی عراق، توی تازگی هم توی ایران، توی این 40 ساله عوضی که مثلا 500 تا امامزاده بود شد 14,000 تا امامزاده به میمنت این آقایون. مردم برن تا میتونن برن بت پرستی بکنن. آیه 6 میگه ای خداوند، خدایی مثل تو وجود ندارد، خدایی که آفریدگار زمین و زمان وجود توه. داره تمجید میکنه از خداوند، میگه ای خداوند خدایی مثل تو وجود ندارد، چون تو بزرگی و نامت پرقدرت است. ای پادشاه تمام قوما، کیست که از تو نترسد؟ ترس نه اینکه خدا دقیقه به دقیقه میزنه تو سر، نه، احترامی که به پدر مادرت میذاری، احترام به خداوند، حرف خداوند رو گوش کردن و زندگی بهتر داشتن. فقط تو شایسته احترامی در تمام سرزمین ها، در بین تمام حکیمان همتای تو یافت نمی شود. ای خداوند، درس باید از خدا بگیریم، نه از یک بت مرده. بت مرده هیچ درسی به ما نمیده، درس زندگی، به جز که خودم حقیر بکنم دیگه بغیر نمیگم. آنانی که بود میپرستن همگی احمق و نادانن. میخواستم بگم خود کلام گفت. از بوتای چوبی چه میتوانید بیاموزید؟ واقعا چی میتونیم از اونا یاد بگیریم؟ آیا حاجتی میدن؟ محمد که پیغمبر اسلام بود حاجت نمیداد به شما. خودش در زمان زنده بودنش هیچ معجزه ای نداشت، هیچ حاجتی هم به کسی نداد. بعد میخواین از مرده هایی که اصلا تو قرآن هم نیومده میخواین اونا حاجت بدن به شما؟ میگه هر سرزمین های دور نمیدونم طلا میآورن و هنرمندان، طلا و نقره میآورن هنرمندان و زرگران ماهر، آنها را روی بت ها میکشن. سپس دوزندگان و هنرمند از پارچه های آبی ارغوانی لباس های زیبا می دوزن و بر آنها می پوشانن. اینی که این دولت جمهوری اسلامی چقدر پول ایرانی ها رو برده توی عراق، طلا و فلان ریخته، چقدر پول ایرانی ها رو برده تو سوریه برای اون زینب، یه بچه ای که مرده یا یه دختری که مرده اونجا 1400 سال قبل، پولا رو همه رو بردن سر قبر اون، میخوان از اون حاجت بگیرن. تمام زندگی ایرانی ها رو در این را خرج میکنن. چرا؟ چون اینا اینقدر دزد و وقیان این کار میکنن که مثلا اگه 1,000 دلار برای اونجا میخوان خرج بکنن، 10,000 دلار ازش دزدی بکنن. اینا همه بازیه مردم، باور بکنی اینا بازیه. شما فکر می‌کنی اینا عقیده دارن به این بت‌هایی که شما میرین میپرستین؟ به این الله شما عقیده دارن؟ نه،
اصلا اینا خدا رو نمیشناسن. به قول عیسی مسیح میگه شما اگه خدا رو میشناختید، من پسر فرزند عیسی، پسر خداوند از آسمان آمدم، منم میشناختید. میگه شما از کسی دستور میگیرین که پدرتان از کود، من پدر ما ابراهیمه. گفت نه، پدرتان شیطانه، شما از شیطان پیروی میکنید. اگه از خدا پیروی میکردین میدونستین باید چی کار بکنین، میدونستین من از طرف خدا اومدم دارم براتون صحبت میکنم. ما رو به بیراهه میکشن این مای معدم. من به خصوص امروز از این ارمیای ده خوندم، بت پرستی، که واقعا شما مردم متوجه بشین، برین اجاب بشینین، با خدا راز نیاز بکنین، خدا رو به قلبتون دعوت بکنین، از این خدا بخواین که شما رو کمک بکنه. خدا فقط میتونه کاری برای شما انجام بده. و ما ایرانی ها عادت داریم اصلا کلا وقتی میخوایم دعا بکنیم زجه میکشیم، ناله میکنیم. این دعا نیست، زجه و ناله دعا نیست. وقتی میری پیش پدرت توی خانواده، پیش پدرت میری، یه بچه میری پیش پدرش، ناله و زجه اول نمی کنه، میره سلام میگه بابا جون چطوری، حالت خوبه؟ اونم بگه بله پسرم، بله دخترم، حالم خوبه، خوش آمدی پیش من. بعدم وقتی اول پرسی کردی، همه کار کردی، بعد بگی بابا جون من هر چی که به من دادی ممنونم ازت، خیلی چیزا به من دادی، بابا تو اون چیزایی که به من دادی تشکر میکنم ازت. حالا یه چیزی دیگه دارم، یه چیزی میخوام اگه دستت میرسه، که میدونم دستت میرسه، برای من انجام بده خدا پدر جان. اینجوری میام به حضور خدای زنده، نمیرم پیش بت پرستی بکنیم. تا حالا 1400 سال بت پرستی کردیم، کجا رسیدیم؟ به کشور ما به کجا رسید؟ به همین جایی که الان هستیم، کشور به اون خوبی رو داغونش کردیم، الان رسیدیم به اینجا. میگه ولی خداوند تو تنها خدای حقیقی میباشی، تو خدای زنده و پادشاه ابدی هستی. واقعا پادشاه زندگی ما خداونده، پدر ما خداونده، اون کسی که میتونه برای ما همه چیزی انجام بده. و وقتی هم مردیم چشم ما رو بستیم اونجا باز بکنیم، پیش خدا باز بکنیم، نه در جای دیگه. جهنم هم اینه، فرض نکنین که شما آقا توی الان میرین تو اسید و توی آتش، و نه، همین که تنها باشین دور از همه کس، در یه جا تنها باشین، دیغ میکنین مادام و اون باید تنها باشین، نه کسی از باهاش صحبت بکنین، نه که چیزی رو میبینین، همینجوری تنها برای خودتون هستین. این جهنم واقعی اینه. حالا اون کاری من ندارم، خداوند اون جهنم چی جهنمی داره من نمیدونم، چون من ندیدم، نمیخوام ببینم اونجا رو. دوست دارم که در پیش خدا باشم و در بهشت خداوند باشم، چون زندگی ما اینجا باید طوری نشون بدیم که بتونیم بریم بهشت اونجا. و اینم نگین، خواهشم نگین که بابا این قرن 21 ما اصلا این چیزا چیه، خدا کیه، اون کیه، این کیه، نه. تمام وقایع دنیا داره نشون میده که دوره آخر زمانه، هر چیزی که کتاب مقدس گفت داره پیاده میشه. چند بار بهتون بگم، خدا به خوابم اومد 2016 گفت بگو به همه به زودی میام، عیسی مسیح گفت به زودی میام. من دارم همیشه به شما دارم میگم زندگی های خودتون رو درست بکنید. واقعا ببینید چه لذتی میبرین وقتی با این خدا قدم میزنین. میگه به کسانی که بود میپرستن بگویید خدایانی که در خلقت آسمان و زمین نقشی نداشتند از روی زمین محو و نابود خواهند شد. همه اینا نابود میشه،
چون کاری از نسی یه مرد پی از یک بوت و از یک مرد کاری نمیاد که چی کار باید بکنه برات. اما خدای ما با قدرت خود زمین را ساخت و با حکمت جهان را بنیاد نهاد. شما وقتی میرین این ستارگان رو نگاه میکنین، این همه کهکشان رو نگاه میکنین، حیرت نمیکنین واقعا؟ خداوند با تمام حکمتش اینا رو ساخت و همه رو فرمان روایی میکنه. همه منظم سر جای خودشون دارن کار میکنن. نمیدونم یه انفجار شد، بدبنگی شد و نمیدونم بدبنگی شد و چه از این چیزا، یه انفجاری شده که این دنیا به وجود اومد. یه نارنجک بترکون بیاییم بگو یه تیکش میری یه جای مشخص، اگه اون جای مشخصی که تو گفتی رفت. سازنده این دنیا باید کسی باشه که ما میگیم خدا، بایستی سازنده اون باشه. برای اینکه تمام این اجزای آسمانی رو میبینی همه منظم داره میچرخ، تا اون نخواد هیچی از بین نمیره، اون بخواد از بین میره. ما هر روزه خشم خداوند داریم بالا میاریم، هی خداوند خشمگین میکنیم، عوضی که خداوند آیه پرستش بکنیم خداوند. و من مثلا دعای صبحگاهیم اینه واقعا، خدایا از ملت من که دارن گناه میکنن ببخششون. تو محبت تو زیاد، بخشندگی تو زیاد، حقیقتا این ملت رو ببخش که کارهای اشتباه کردن به اینجا رسیدن. کشور ما رو آزاد کن، از دست این ارمن صفتا ما رو رهایی بده خداوند. نه دعایی بعضی موقع تو این سایدهای مجازی میکنن، از خدا طلب دارن، چرت و پرت هم میمیسن، دوتا فوش هم میدن، میخوان خدا براشون کار بکنه. نه، تو میری پیش پدرت، به پدرت فوش میدی، میری تو خانوادت، به خانوادت فوش میدی، کمک میخوای، قلدری میکنی. به فرمان اوست که ابرها در آسمان میغورن، اوست که ابرها را از نقاط دوردست زمین برمی آورد، برق ایجاد میکند، باران میفرستد، باد را از خزانه های خود بیرون می آورد. آنانی که در مقابل بت‌هایشان سجده می کنند چقدر نادانند. اینکه اول برنامه اون فیلم ها رو نشون دادم که جلوی حرم بودن هاو می کردن، می گفتن ما سگ توییم، یا توی گل. همه نادانسته است، اشتباه است. وقتی خودشون بفهمن که قبلا چی کارهایی میکردم، واقعا میگم واقعا ما از همه چی بیخبر بودیم، چی کارهایی انجام میدادیم. وقتی تو به عیسی مسیح ایمان میاری، وقتی به این خدای زنده، خدایی که پدر تو است، ایمان میاری، وقتی به منجی عیسی مسیح ایمان میاری، تازه میفهمی زندگی یعنی چی، تازه تبدیل زندگی رو میبینی، درون تبدیل میشه، زندگی تبدیل میشه. اون آدم قبلی دیگه اصلا نمیتونی باشی، نمیخوای باشی، میخوای یک آدم، یک انسان باشی که مورد پسند خدا و تمام مردمه. میخوای به انسان ها محبت بکنی، میخوای دل کسی رو در نیاری، میخوای کمک بکنی به انسان ها، خشم نمیگیری. اگر هم خشم گرفتی خودت وجدانت ناراحت میشه، یه ساعت دیگه میری میگی آقا معذرت میخوام ببخشی، من اون موقع ناراحت بودم، داد فریاد کردم. اینو نمیخواین شما؟ میخواین که همیشه درونتون آشفته باشه، زندگیتون پریشان باشین؟ میگه آنانی که در مقابل بت‌هایشان سجده میکنن چقدر نادانن، سازندگان آنها شرمسار و رسوا خواهند شد، زیرا آنچه می سازند دروغین است و جان در آنها نیست. شما را همش میخوان افکارتون بیارن پایین، الکی گولتون میزنن، برین اینو پرستش بکنین، بوم بوتو پرستش بکنین، پولاتونو میگیرن، ماشین میارن، یه پرچه میارن روش میمیزن، نمیدونم یا امام رضا، بعدا میگن امام رضا اومدی اینجا، بیا اینو بوس بکن،
هر چی میخوای بخواه از امام رضا. آخه واقعا من نمیدونم، خودتون یه ذره فکر بکنین، خودتون یه ذره فکر بکنین. ببین چقدر با آدم بازی میکنن، با شعور انسان بازی میکنن، فکر میکنن که مثلا با واقعا با این چیزا میخوان پول مردم بدوزن، با این چیزا میخوان مردم تو پایین نگه دارن، نمیخوان مردم بفهمن. اینا هر بی سواد ها رو آوردن سر کار، نمیخوان آدم های با سواد باشه چون نمیخوان بفهمن. چرا نمیریم قرآن رو نمیذارم بخونیم به فارسی خوب که بفهمین تو قرآن چی نوشته واقعا؟ بابا من پری روز رفتم تو گوگل سرچ کردم، یه کتاب تاریخی رو سرچ کردم، دیدم همه کتاب ها هر چی تو میخوای تو این گوگل میتونی سرچ بکنی، کتاب مقدس میاد، هر کتاب تاریخی جغرافی هر چیزی بخوای میاد، میتونی مطالعه بکنی. یه ذره بریم مطالعه بکنین، حقیقتا یه ذره تجدید افکار بکنین ملت ایران. همه این بوتا بی ارزش به مسخرن، وقتی سازندگانش از بین بروند بوتایشان هم از میان خواهند رفت. تو برو از صبح تا شب الان پیش یه بوت هی گریه بکن، زاری بکن، باز اگر رحمی شد از طرف خداست که رحم میشه بهت، خداست که رحم میکنه به انسانها. با این واسه تو دشمن خدایی، باز خدا بهت رحم میکنه، باز خدا میخواد که تو بیای طرف خودش، باز بهت کمک میکنه. واقعا امروز میخوام که خودتون تجدید افکار بکنین، خودتون بشینید یه جا فکر بکنین، ببینیم واقعا این چیزهایی که هست شما به این راضی هستین، به این راضی هستین که الان این جمهوری اسلامی باشه به شما پولاتونو بدزده، هر روز پیشرفت نکنین، هر روز دنیا با شما دشمن باشه، اقتصادتون خراب بشه، کار نداشته باشین. وقتی این حکومت نباشه، یک حکومت خوب دموکرات بیاد سر کار، آزاد باشه حکومتش، مردم آزاد باشن، ببین کار زیاد میشه، پول میاد در ایران، کمپانی ها میان در ایران، جنس ها کیفیت دارن، کوالیتیشون خوبه، نه اینجوریه. اما خدای یعقوب مثل این بت ها نیست، او خالق همه این موجودات است. واقعا این خدای ما مثل بت ها نیست. با این وضع من که دشمن این خدا بودم، به من رحم کرد، منو نجات داد که من امروز شاپور نوعی باشم، اون شاپور قبلی که میشناختی نیستم. من یکی نمونه برای شما بچه های لاهیجان به خصوص، بچه های شمال، نمیگم من 100% پرفکتم، نه، انسان اشتباه زیاد میکنه تا موقعی که تو این جسمی اشتباه زیاد میکنی، ولی میشناسم اون خدایی دارم که اگه اشتباه کردم میرم به حضورش میگم خدا جان منو ببخش، معذرت میخوام. برای یک دفعه بنیشوار صحبت بکن، یک بار بنیشوار صحبت بکن، خدای اما اینی که تی پیر اما صحبت کردی باور بکنی اینه همینه، تی رفیقون همه صحبه کنی چطور صحبه کنی؟ ملت ایران واقعا همینجوریه، وقتی با رفیقات صحبت میکنی، با کسایی که صحبت میکنی، با خانواده صحبت چجوری صحبت میکنی؟ با پدر آسمانیت همینجوری صحبت بکن، عادی به درد دل بکن، بابا جون دوستت دارم، میدونی که دوستت دارم بابا، میدونم همه چی به من دادی، ولی الان گرفتارم، الان در این موقعیت هستم، میدونم تو با من رحم میکنی، بابای خوبی هستی، همیشه دست من گرفتی و میدونم این دفعه میگیری، نه به اون بت پرستی تو این مای مرم بیام غمه بزنم تو سر کلم، زنجیر بزنم، نمیدونم سینمو چاک بکنم که چی، برای بت تو بی اعترامی میکنی به خدا. اینا همه حماقت هایی هست که داریم ما انجام میدیم، نادانسته داریم کار انجام میدیم.
امروز بیایم به این خدا یه زنده ایمان بیارین، به این منجی که برای شما روی صلیب رفت به خاطر گناهان من تو، خونش ریخت، بعد از 3 روز زنده شد تا من تو این خداوند زنده رو پرستش بکنیم و بدونیم که وقتی مردیم میریم پیش همین خداوند که جایی برای ما اونجا تعیین کرده، دیگه نمیریم توی جهنم. این بازی ها هم در نیارین، نمیدونم چه دوتا رفیق با همیه آقا تو جهنم خواننده زیاده، ما میریم اونجا همه خواننده هست برای ما میخونن. واقعا هم این شوخی بخیه رو بزنین کنار. امروز بگو ای خداوند عیسی مسیح، میدونم که به خاطر گناهای من روی صلیب رفتی، امروز به زندگیم وارد شو، من گناهکارم، گناهای منو ببخش، با خونت ببخش، من ایمان دارم بهت. همینجوری عادی، خیلی عادی، من ایمان دارم، میدونم که به خاطر من روی صلیب رفتی، مردی، بعد از 3 روز زنده شدی تا گناهای من گناهکار پاک کنی. امروز بیا نجات دهنده ای من باش، بیا زندگی ما عوض بکن، خسته شدم از این زندگی پریشانی. ببین خداوند چجوری تو رو تبدیل میکنه، ببین چجوری از آسمان آرامش بهت میده. خداوند واقعا دوستتون دارم، واقعا هرچی هم که میگم به خاطر خوشبختی شما میگم، هر کسی که ما میایم اینجا میگیم به خاطر خوشبختی ایران داریم میگیم. نترسین، لیدر زیاده تو ایران، فرمانده خیلی زیاده تو ایران. نترسید، قدم بذارین جلو، فرمانده زیاده. ساعتم اومد اونجا روی صفحه که دنده معکوس داریم میریم ما. شماره معکوس آغاز شده. نکنه در زندگی ما شماره معکوس شروع بشه. نه، بیایم به این خداوند زنده ایمان بیاریم، بیاد معکوس نشه براتون زندگی. هر روز بره جلو، بهتر و بهتر و بهتر حال بکنیم با این خداوند، زندگیتون بهتر بشه. اینقدر اگه آقا عمر من اینجوری زود بره، من زود میمیرم که. تو چقدر سرعتش زیاد کردی معکوسو. دوستتون دارم، امیدوارم که همه تون خوب و زنده و پاینده باشین. تا هفته دیگر بدرود، تا درودی دیگر، مرسی که به برنامه ما گوش دادین.